نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان از وضع بد زنان در این کشور نگران است و می گوید سرنوشت فعالان که از خانه هایشان در این اواخر بازداشت شدن باید روشن شود. باید به این شورا تأکید کنم که ما همچنان نگران سرنوشت چندین زن فعال هستیم که از خانه های خود ربوده شده و ناپدید شدند. هیچ افغانی نباید از ترس در خانه اش زندگی کند و هیچ خانواده ای نباید در باره محل و سرنوشت عزیزانش نگران باشد. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از امارت اسلامی می خواهد تا به ایاده حقوق زنان تندهد. ما از طالبان می خواهیم که از این لحظه استفاده کنند و با برسمیت شناختن و حمایت از حقوق اولیه بشری که متعلق به هر دختر و زن است اعتماد و حسن نیت بین المللی را به دست آورند. محبوبه سراج که به نمایندگی افغانستان در این نشست حضور داشت میگوید که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی زنان افغان آزادی هایشان را از دست دادند. زنان افغان با وجود تهدیدها در خیابان ها برای حقوق و عدالت اعتراض می کنند. ما نیاز به کمک سیاسی برای موفق شدن داریم تا زنان بتوانند در تصمیم های مربوط به آیندهشان سحیم شوند. در همین حال نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان در تیویت می میگوید که در نشست اسلو بر رهایی فعالان بازداشت شده تاکید ورزید در نشست اصلو من برای آزادی فوری تمنا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، علی عزیزی و دیگران فشار آوردم. یارش و دستگیری معترضان باید پایان یابد. با انعکاس خواسته های زنان افغان ما برای اقدام مملوس در زمینه آموزش، اشتغال و حقوق بشر تلاش کردیم. این گفته ها در حال ابراز می شوند که کابل بازداشت فعالان حقوق زن را از سوی امارت اسلامی رد می کنند اما می گویند که بررسی ها در این باره جریان دارد.